بریم سراغ قانون زمین شهری توی آموزش زوابط شهرسازی خیلی از جاها به قانون زمین شهری استناد شد مثلا ماده 14 قانون زمین شهری باید ببینیم زمین شهری چیه اول از همه این نکته رو بهتون بگم که شما وقتی که میخوای یه زمین بخری یا سند رسمی داره یا قولنامه ایه. اگر سند رسمی داشته باشه یعنی مشکلی نداره یه دفتر ای زیر نظر اداره ثبت با تایید اونها گفته آقا این زمین مالکیتش مشخصه میرسه به این زمین و هیچ حرف و چونه و امایی هم نداره اما اگر شما قولنامه ای بخوای یه زمینی بخری باید بدونی که پیشینه اون زمین چیه چرا چون اگر زمین مواد تشخیص داده بشه مواد حالا جلوتر همه اینا رو تعریف میکنم بهتون میگم اگر مواد تشخیص داده بشه در اون صورت دیگه در اختیار شما نیست در اختیار دولته یا اگر بایر تشخیص داده بشه و مالک مشخصی نداشته باشه در اختیار ولی فقیه اینا همه چیزاییه که شما میبینی یه زمین میری میخری بعدا میفهمی که ای بابا این الان دیگه مال من نیستش نمیتونم ساخت و ساز بکنم کلی درد سر داره برای همین قانون زمین شهری ایجاد شده. بذار قانون زمین شهری رو باز بکنم یه نگاه بهش بندازیم. توی قانون زمین شهری که از سال 66 اومده، یه سری تعاریف داره. مثل تعاریف زمین موات، بایر و دایر که اینا رو الان بهتون مفصل میگم ولی برای اینکه متوجه بشید چقدر مهمه، میگه اسناد کلی زمین های مواد شهری ام از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد میگه آقا من زمین ش... سند شاهنشاهی دارم من سند فلان دارم نمیدونم اینجوریام هم. اینا رو باید بری توی کمیسیون ماده دوازده بررسی بشه وگرنه اگر مواد شناخته بشه که حالا توضیح میدم چیه یعنی اینکه قبلا بهره برداری نمیشده احیا نبوده الان نیست اگر این تشخیص داده بشه بر دولت یعنی رفتی زمین خریدی ولی مال دولت خب یا مثلا پایین ترش میگه کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه رفتی زمین بایر خریدی و اولیش هم معلوم نیست چون قولنامه خریدی دیگه از اکبر آبا خریدی و این مشکل برات پیش میاد به خاطر همین توی این آموزش اگرچه شاید توی سطح شهر ما خیلی زمین های اینچنینی نداشته باشیم ولی خب ممکنه برید اطراف تهران شهریار دماون این اونور یه سری زمین ها ببینید که خب اونها سند ندارن باید حتما تکلیف دایر بایر و مواد بودنش مشخص بشه وگرنه به دردسر سر بریم ببینیم قانون زمین شهری چیه مجلس شورای اسلامی در سال 66 قانونی با عنوان قانون زمین شهری تصویب کرد و سپس آیین اجرایی آن در سال 71 بنا شد عراضی شهری طبق ماده دو این قانون زمین های موجود در محدوده قانونی و حریم استحوازی شهرها و شهرک ها هستند. میاد سه تا تعریف میذاره زمین موات دایر و بایر زمین مواد چیه؟ منظور از زمین مواد زمین نیست که هیچ گونه سابقه عملیات عمرانی و احیا نداشته و کاملا به صورت طبیعی و دست نخورده باقی مانده است زمین های مواتی که علا رقم مقررات قانون لغو مالکیت عراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5.4.58 به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولته یعنی زمینی که میخری خیلی مهمه که چی تشخیص داده بشه زمین بایر چیه؟ زمین بایر شهری به زمین های گفته می شود که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشتن این زمین ها می توانند دارای مالک مشخصی باشند که اگر مالک مشخصی نداشته باشند میره زیرنظر نظر ولی فقی زمین هایی که سابقه انجام عملیات عمرانی و احیا داشته اما پس از گذشت زمان به علتی مانند عدم بهره به مدت پنج سال متروک ماندن پنج سال متوالی اینا رو زمین بایر مینامند به عبارت دیگر میتونم گفت زمین بایر زمین است که ابتدا از حالت مواد خارج شده و احیا گردیده است ولی بعدها رها شده و وضعیت زمین مواد در آمده است این هم بهشون از زمین بایر و زمینی که حالا در مورد زمین های بایر شهری میتونم گفت که تمامیه زمین های بایر کشاورزی در سراسر کشور نیز در صورت اعراض مالکان ها به صورت بلاعوض در اختیار دولت قرار گرفته و در صورت عدم اعراض نیز مالکین باعثی بر اساس قوانین کشاورزی به کش در زمین پرداخته یا اقدام به فروش زمین های خود بکنند این اگر یه زمینی هست که زمین کشاورزیه طرف میگه آقا مال منه این بایر دوست نداشتم مثلا استفاده بکنم یا باید به زور بفروشه به دولت یا تعهد بده که کار کشاورزی بکنه توش اما زمین های بایر شهری توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای سکونت و رفاه افراد مورد استفاده قرار گرفته و مالکان عراضی بایر شهری اینجا داریم برای شهری میگیم و محدود قانون شهری موظف بوده تا زمین های مورد نیاز دولت و شهرداری را به نهادهای های زیره فروخته یا با زمین های دیگر تعویز نمایند باز دوباره اگه تو خود شهرم هم یه همچین زمینی باشه شما مجبوری به شهرداری یا دولت بفروشید اما زمین دایر، زمین دایر به کلی زمین هایی که در حال حاضر احیا بوده و امکان بهره برداری از آن وجود دارد گفته می شود مالکیت زمین های دایر با مالک آن است و هیچ نهادی حق دخالت و تغییر کاربری آن را ندارد زمین های دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش هم از محصور یا غیر محصور هستند این اراضی آیشه اگه اشتباه نکنم حالا تلفظش ممکنه جور دیگه ای باشه زیر مجموع زمین های دایر بوده به این شکل که در بازه های زمانی معین از آن بهره برداری می شود آیش زمین یا آیش خاک به معنای کش نکردن زمین برای یک دوره زمانی معین است به عبارت دیگر زمین آیش شده زمین است که منظور استراحت و احیای خاک برای یک دوره معین بدون کشت رها شود یعنی زمین احیاس به دلیل اینکه حالا توی کشاورزی سری زوابط و در قاعده های فنی خودشون رو دارن دیگه ممکنه یه زمینی رو یه سال دو سال رها بکنن که بتونه اون کیفیت خودش رو برگرده وقتی که از کیفیت میفته اینا رو میگن عراضی آیش ولی در حالت کلی مواد فهمیدی چی شد دایر فهمیدی چی شد بایر هم فهمیدی چی شد اینا برای چه خرید زمینیه وقتی که داری قولنامه ای میخری وقتی سند رسمی داره سند رسمی مالک داره مشخصه دیگه ولی وقتی داری قولنامه میخری باید پیشینه اون زمین در بیاد وگرنه دولت میگه آقا این مواد مال منه حالا کمیسیونی که تعیین میکنه این زمین دایره بایره مواته و مالکیتش برای کیه میشه کمیسیون ماده دوازده طبق ماده 13 قانون زمین شهری هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی اما قولنامه یا رسمی و تفکیک افراز اراضی مزدور و یا هر گونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته می شود و باید توی کمیسیون ماده 12 بهش پرداخت بشه ماده دوازده قانون زمین شهری مرجع تشخیص دهنده نوع زمین را مشخص کرده طبق این ماده وزارت مسکن و شهرسازی موظف به تشخیص موارد زیر است چه مواردی تشخیص عمران و احیای زمین تشخیص تح... تأسیسات متناسب زمین و همچنین تشخیص نوع زمینی که دایره و تمیز بایر از مواد بذار من ماده دوازدهش رو بیارم توی ماده دوازده ماده دوازده میگه که تشخیص عمران و احیا و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از مواد به عهده وزارت راه و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد پس اگر که شما زمینی خریدی و بعدا دیدی که موات برای دولته میتونی شکایت بکنی کمسوی ماده دوازده زمینی میخوای بخری رأی کمیسیون ماده دوازش رو بررسی میکنی میبینی آقا این وضعیتش چجوریه این معمولا توی شهر خیلی اتفاق نمیافته چون معمولا تو شهر سند رسمی داره و وقتی سند رسمی داره یعنی وضعیتش مشخصه این برای زمین هاییه که قلنامه امدتا خرید و فروش میشه و وضعیتش مشخص نیستش تمام اون چیزی که در مورد این موضوع لازم داری رو توی این مقاله بهش اشاره کردیم حتما تا انتها دنبال کن و اگر سوال یا نظری داری تو قسمت دیدگاه با ما در میون بگذار ضمنا آخر مقاله یه مسیر یادگیری ویژه هم بهت معرفی کردیم که کلی مطالب فنی به صورت دستبندی شده در اختیار گذاشته شده تا بتونی دانش فنیت رو ارتقا بدی